حالا مهمان داریم. مهمان عزیز ما کی است رستم جان؟ بله، مهمان بسیار عزیز روی خط اسکایپ با ما وصل شدن محترم آقای محمد عظیم میدانوال، رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی در پایتخت. و ببینیم که در رابطه با اهمیت مکاتب خصوصی در معرف کشور چه گفتنی هایی دارن که با ما و شما شریک می سازن. و سلام و صبح خیر دارم خدمت آقای میدانوال، انشاءالله که جور و صحتمند باشین. بسیار خوش آمدین به صبح زندگی. سلام وګړه تاسو ته د اریانا نړیوال تلویزیون همکارانو ته او همدا مهال څوک درنه تلویزیون سپی څخه ویني سلام نوم لیکل ولا کوم. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه صبح زندگی. در ابتدا می خواهیم از شما بدانیم که از دید شما موجودیت مکاتب خصوصی در معارف کشور چقدر میتونه تاثیرگذار بالای نظام تعلیم و تربیت در کشور باشه؟ مننه. تاسو ته بهتره معلومات وی چې نن اکثریت د افغانستان د وزیرانو، سیاسینو، وکیلانو، رئیسانو، مهینانو زیاتره اولاده چې دا په خصوصي مکاتبو کې دي، او د خصوصي مکاتب اکثریت کیفیت او استادان ډېر ښه دي. بله، بسیار خوب. طبعا بر همگی معلوم است که بیشتر تاکید میشه بالای مکاتب خصوصی تا شیوه های درسیشان بهتر باشه نسبت به مکاتب دولتی. ولی در کنار از خوبی هایی که مکاتب خصوصی هم داره، بعض مشکلات هم داره که مردم بیشتر شکایت میکنن، به خصوص از افزایش فیس ها در مکاتب خصوصی و ای که در ماه های رخصتی و حتی در اوقاتی که رخصتی عمومی از طرف دولت اعلام میشه، باز مکاتب خصوصی از متعلمین فیس اخذ میکنن. در این رابطه شما چه گفتنی دارین؟ دا خبر از مطلق رد کوم کنه. دا چې سبا نیوی تاس تا بهتر فارمسی وی چې سات خلپ افغانستان که پتیال نسو نه نوی کال که کووید 19 مرز را گلی و چې دا طول جهان نده نوم سراش ناسو مرز را گلی و اما دره میاستی نزمی او بینزه میاستی دو کورونایی حالاتو که مکاتب رخصت و اما مکاتبو بیا هم پا افلاین دول باندی ویڈیوگانی توزیع کرلی، اما دی کما پیسا یا کما حزینه دو والده دو نو اختلا دا مطلقا سی دی او وازی دی او دا زرد کوم دسی کما خبر نسته. بله، پس مکاتب خصوصی که با در نظر داشت صحبتهای شما در این جریان فیس اخذ کردن از متعلمینی که در این مکاتب درس میخواندن، آیا شما کدام مجازات هم برشان تعیین کردین یا جریمه ای که از طرف شما باید در مقابل مکاتب خصوصی صورت بگیره؟ در افغانستان که 2513 خصوصی مکاتب موجود داری، تقریبا چه پر طول مکاتبو که 300-400 مکاتبو آنلاین افلاین ویدیوگانی توزیع کرده، اما هاگ مکاتبو چه خدمات بلاده نکل ده و نسو ملت لپاره هاوی نه پیسی اخیسی دی او نه دسته کما گختن لوان ده ده کری و اما چان چه خدمات بلاده ده خدمات مقابل بانده دی پیسی واخیسته او این پیسی چان ده اخیسی سبوره. بسیار خوب، پس شما چی فکر میکنین موجودیت مکاتب خصوصی در نظام معارف افغانستان تا حال چقدر مؤثر و قناعت بخش بوده و چقدر تانسته که متعلمین زیاد در مناطق دوردست که حتی مکاتب دولتی وجود نداشته اینا بتونن توسط مکاتب خصوصی به درسایشان ادامه بتن و تعلیم و تربیه کسب بکنن؟ تاسو بهتره معلومه پوسلې چې په دلته چې دا د عادي او مایدي چلند کېږي، هغه په دې معنا باندې چې موږ په افغانستان کې خصوصي سکتور چې دا د دولت د ملت د تیر حیثیت لري، دا ټولو ته بهتره معلوم ده. په یو دولتي شاګرد باندې د ورځې $8 مصارف راځي، اما خصوصي سکتور چې دا د دولت خپله غاړه باندې اخیستی ده. خصوصي مکاتب لري، کمپیوټر لب لري، کتابخانه لري، مجهز اکاډمیک سنفونه، نو دا بهتره معلومه ده، ټول ولس دا معلومه ده چې دا کیفیت کې په هر څه کې خصوصي مکاتب بهتره دي او خدمات یې ښه وړاندې کوي. بسیار خوب، گهگاه هم شما حتما برنامه های خود داشتین که سر بزنین به بعض از مکاتب خصوصی و ارزیابی داشته باشین از شیوه درسی و همچنان میتودهای درسی که بیشتر در مکاتب خصوصی استفاده میشه. چه برنامه های تا حال داشتین و تطبیق کردین تا کیفیت را در مکاتب خصوصی باسم بهتر بسازین؟ مونگ همیشه چی دا د کابل د خصوصی مکاتب لپاره مونگ رنگ سیمینارو نمیبونیدی، چون مونږ له دولت نه څو وځله غوښتنه کړې ده چې تاسو دولتي مکاتبو ته
ورکشاپونه جوړوي، اما خصوصي مکاتب له ورکشاپونه محروم دي. د دې لپاره خپل د استادانو لپاره سیمینارونه نیولې دي، ورکشاپونه هم نیولې دي، او استاد مو دې ته اماده کړی چې استاد په کومه انګیزه باندې پیشاکه درس ورسوي، دا خپله وکړي د کابل اتحادیه لپاره. بسیار خوب، شما خودتان شخصا ارزیابی های داشتین از مکاتب خصوصی به خصوص در شهر کابل که اینا تا چی اندازه برابر به استانداردها و معیارهایی که شما تعیین کردین هستند؟ البته دا دمو وظیفه ده په مکاتب باندې ګرځیدل، مخبل ټیم لرو، د وزیر وزارت ټیم لرو، تفتیش ټیم لرو، ګرځي مکاتبونه ارزیابي کیږي، صنفو ته ځي، شاګردانو نه پوښتنې کیږي، د اداره چک کیږي، دا کومې یادونه چې ما وکړلې لکه مثال کمپیوټر لیب، کتابخانه، دوی استاد معیاري ده، آیا دوی استاد د ساینس ده، دوی استاد کې دا وړتیا استعداد شته چې دا راشي دا په سن کې ودرېږي او نورو شاګردانو ته آیا دا درس ورکوی شي که څنګه، دا ارزیابي موږ لرو. بسیار خوب، و نتایج ارزیابی تان همیشه با ما و بیننده شریک بسازین که در کل مکاتب را که شما تا حال ارزیابی کردین و بررسی کردین، چه تعداد از مکاتب برابر به استانداردها و معیارهای شما بوده و چه تعداد از مکاتب هم پایینتر از معیارهای شما؟ تقریبا چون وقت مخ که یو نزدی ملگره ایمه و زوان و ما تیویل چه میدانوال سیم کچیرته زه پویدای چې زما په دې وطن کې قدر نشته، عزت نشته، نو ما به خپل سرمایه گذاری په بل ملک کې کړې وای. نن یو ځوان راځي، دا د یو علمي لار باندې سرمایه گذاری کوي، پیسې بندوي، اما دلته د دولت توجه نشته. دولت غواړي چې خصوصي سکتور ضعیفه کړي. تاسو ته واضح بهتره معلومه ده چې کله کرونا مرض افغانستان ته راغی، دولتي معلمونو معاش درلوده، اما خصوصي سکتور چې دا بیمه یې ورکړې ده، مالیه یې ورکړې ده، ټیکس یې ورکړی ده، اما اته میاشتې دي استاد په کور باندې ناست و. دا دې ضعفتیا ده. موږ بیا هم چې ګرځېدلي یو په چارځیابي کړې ده، بیا هم د هر خصوصي مکاتبو مؤسسین آفرین د دوی په وړتیاو باندې، که نه چې دوی بیا هم د دیارلس او نهه نوي کال خدمات وړاندې کړل، ښه خدمات یې وړاندې کړل، او دوی د دغه مشکلاتو نظر وویسته. بسیار خوب، و بازم میخوایم سوال خود را تکرار بکنم چون که جواب مناسب از طرف شما دریافت نکردم. ای که شما در ارزیابی که داشتین در قسمت مکاتب خصوصی شهر کابل، کدام مکاتب و به چه تعداد از مکاتب برابر به استانداردهایی که شما تعیین کردین بوده و کدام مکاتب پایینتر از معیارها و استانداردهایی که شما تعیین کرده بودین در قسمت ارزیابی مشخص شده؟ زبده چې درته ووایم چې نن زه مکتب لرم، زما مقابل چې کوم رقیب ده، هغه هم چې مکتب لري، هلته سالمه رقبت ده، زه هم غواړم چې خپل کیفیت چې کمه هغه هم غواړي. نو داسې مکاتب م لرو چې هغه ضعیفه و ستاندرد، چون هر مکاتب چې دا وکړي استاد راولي، معیاري ځایونه لري، اکاډمیک ساحه ولري، نو دا هر یو د سالمه رقبت لپاره چې خپل معیار ټیکي. بله، پس شما کاملا رد میکنین انتقادات هموطنان ما را که در مقابل مکاتب خصوصی داشتن از استانداردها، از معیارها و بعض مشکلات دیگه که در قسمت میتودهای درسی داشتن. بله بله، خصوصی مکاتب چی دی؟ صحیح دست من نوایو، اکثریت چی دی؟ یعنی اقلیت کلیس دبوت پشمار من دی مکاتب ولدو، و اما هغه مکاتب هم چی دی همدگ نظام زی فکر الله. د یو نوم باندې، بل نوم باندې، بیمې باندې، مالیې باندې، ټیکس باندې، دې ته یې مجبوره کړه چې د استاد قرضداره، د بل قرضداره، د ګارډ قرضداره، هغه خپل معیار ټیټ کړی ده. که نه اکثریت مکاتب زموږ چې دي او ښه خدمات ولس ته وړاندې کوي. از حضور شما تشکر میکنم، وقت خوش داشته باشه. مننه، مننه، سلامت باشید. ښه وخت. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.